سلام رامین هستم این بخش آخر از سری دیو آبس هست که میخوام راجع به بحث اسکیلین باهاتون صحبت بکنم در واقع آخرین ستون از داستان افکتیو دیو آبس و کتابی که داریم بررسی میکنیم این اپیزود داره توی شهریور 98 زب میشه قبل از اینکه شروع بکنم بخش بعدی ها یه اصلاحی بکنم یکی از دوستان لطف کرده بود اینو ذکر کرده بود توی کامنت های کست باکس اینکه توی قسمت اول دیو آبس یه جای اشتباهی به جای که بگم کسایی که دیو آپس انجینیرن معمولا ده هزار دلار اضافه حقوق دارن نسبت به بقیه به اشتباه گفتم که ده هزار دلار در سال حقوق دارن که خب منطقا خیلی هم کمه اینا تصمیم میکنم و خیلی ممنون بابت نکته سنجی که انجام داده بودین اینم خودم میدونم که گاهی هم توی صحبت ها ممکنه یه خورده توپق داشته باشم و بابت اون ازتون عضو میخوام خب بریم سراغ بحث اسکیلینگ بعد از اون میخوام یه نقد کوتاهی راجبه کتاب براتون بگم و در نهایت یه صحبت کوتاهی راجع به خود دیو اپس. حتما براتون خواهم گفت اگه مشتاق هستید حتما تا آخر اپیزود گوش بدید اسکیلینگ به طور کلی به تکامل رشد پیشرفت یه سازمان تو کل زمان چرخه حیاتش میگن ما توی موضوع بحث دیو یه دیو آبز مخصوص یه سازمان خیلی بزرگ یا یه دیو مخصوص استارتاپ های کوچیک نداریم همچنین خب مشخصه که کلا یه راه ثابت و مشخصی کلا برای موفقیت با این شیوه وجود نداره خیلی میگن که دیو آپس برای سازمان بزرگ مناسب نیست یعنی شاید توی اون اسکیل جواب نده یا اون روشهایی که پیشنهاد میده اون روابطی که باید ایجاد نمیکنه. اما یه تحقیقی که برای همین موضوع توسط پاپت لپس انجام شد توی سال 2015 مشخص کرد که کارایی بالا یا پرفورمنس بالا توی هر مقیاسی امکان پذیره توی هر اسکیلی زمانی که شما محصولتون رو روی دو تا وجه قابلیت تست و قابلیت استقرار بنا کنید تستابیلیتی و دیپلویابیلیتی خب این به این معنیه که بغیر از اون جنبه فرهنگی دیو آبس که صحبت کردیم فرهنگ بلیملس فرهنگ نداشتن گروه های سیلو یا نداشتن بحث رودکاز آنالایسیز اگر جنبه تکنیکال اون یعنی کانتینیوس دلیوری و ارتقا دادن پروسه دیپلوی واسه یه فکری توی شرکت بشه هر سیستم و سازمانی رو میتونه با هر مقیاسی کمک بکنه که به اون موفقیتی که میخواد برسه حالا میتونه سیستم خیلی لگسی قدیمی باشه مثل مین فریما یا حتی با معماری خیلی جدید مثل مایکرو سرویس نوشته باشه هیچ فرقی نداره راجب کانتینیوس اینتگریشن یه اشاره کردیم توی بحث تولز ها اونجا گفتیم که یه ابزارهایی مثل جنکینز یا هر ابزار دیگه‌ای میان به ازای هر ایونتی به صورت کانتینیوس برنامه شما رو بیلد میکنن حالا همون ابزار میتونن بحث دلیوری را هم یا همون دیبلوی هم داشته باشن دلیوری و دیبلوی فرقش که دیبلوی یه اصطلاح مخصوص برنامه وب ولی دلیوری خور کلی تره چون میتونه شامل بحث موبایل اپلیکیشن ها هم باشه بحث کانتینیوس دلیوری یعنی که ما بتونیم نه تنها اتوماتیک برنامه رو بیلد کنیم بلکه اتوماتیک هم بتونیم اون رو روی اون سیستم و ساختاری که داریم روی سرور هامون دیپلوی کنیم یا به هر نحوی اون رو به روز رسانی بکنیم تا زمانی که به تست پذیری و راحتی توی دیپلوی فکر شده باشه میتونیم بگیم که پروسمون داره موفقیت آمیز جلو میره در رابطه با ساختار سازمان نیازی به گفتن نداره که سیستم های سلسله مراتبی یا هرمی باعث میشن که خلاقیت از بین بره چون اونجا آدم احساس ناتوانی میکنن و احساس میکنن که خب قدرت دست یک شخصه و اون مدیر عامل مدیرانن و هیئت مدیره است و غیره از سمت دیگه ما ساختار فلت هم داریم دیگه ساختار تخت که اونم ممکنه برای شرکت های خیلی بزرگتر مفید نباشه همیشه ساختار فلت برای شرکت بزرگ کارآمده ولی نیاز به یه سری تغییر کوچیک توی ساختار و مشخص کردن افرادی داره که به عنوان مدیر اونجا هستن یا حتی خیلی جاها اونها رو به اسم کوچ هم میشناسن یا مدیرهای میانی ولی در کل همیشه اولین چیزی که باید در ذهن باشه بحث اشتیاق و اعتماد به نفس کارمنداه معمولا کارمندا به چند دلیل شرکت رو میتونن ترک کنن یکیش میتونه بحث این باشه که خب اولین نیازشون برقرار نمیشه اون حقوقی که نمیگیرن یکی دیگهش میتونه این باشه که احساس غیر مفید بودن میکنن مورد دیگه میتونه باشه که احساس میکنن که عدالت به درستی توی اون شرکت برقرار نمیشه اگه آفیس های مختلفی دارید توی مکان ها و شهرهای مختلف و اونا رو دارید دونه دونه تحسیس میکنید خیلی خوب توجه کنید که از نظر منابع و امکانات بین آفیس های مختلف تبعیض قائل نشید اما در مورد تیم ها وقتی تیم ها خیلی کوچیک باشند ممکنه که همیشه با کمبود منابع مثل کمبود وقت افراد و حتی دانش کافی توی تیم روبرو باشیم از طرف دیگه تیم های 9 تا 10 نفره یعنی تیم های خیلی بزرگ تصمیم گیری توشون خیلی سخت داره بهترین حالت تیم ها میتونه بین 5 تا 7 نفر باشه این یعنی اینکه با اضافه شدن افراد جدید به تیم بهتره که کلا یه تیم جدیدی شکل بگیره خب به طب هر تیمی هم نیاز به مدیر یه اسکرام مستر احیانا و پروداکت اونر داره خب حالا یا میتونه شیر بشه یا افراد دیگه ای باید واسش در نظر گرفته باشه البته اگر با شیوه اجایل و اسکرام دارید کار میکنید در چرخه حیات سازمان ممکنه فشارهای داخلی یا بیرونی به شرکت وارد بشه فشارهای داخلی مثل استخدام کارمندهای جدید خب به طب منجر به کار بیشتر کار سریعتر و مشتری مداری بهتر میشه و از طرفی نیاز میشه خود سازمان به پروساش بیشتر دقت بکنه و واقعا به اندازه کسایی که استخدام میکنه کار هم ایجاد بکنه فشارهای بیرونی مثل شرایط اقتصادی، شرایط رقابتی و یا حتی خریده شدن شرکت توسط یک قول دیگه ای هر دوی این عوامل ممکنه که موجب رشد یا پسرفت شرکت بشن برای مدیریت کردن این فشار ها گاهی باید فکر کنیم که میشه بعضی از پروژه را از شرکت حذف کرد دو دسته پروژه میشه توی شرکت شناسایی کرد که قابل حذف باشن یه سری پروژه های زامبی ان و دسته دیگه پروژه خوناشامن حالا اینا چی هن؟ پروژه زامبی به پروژه گفته میشن که فقط دارن زمان و منابع میگیرن مثل مرده متحرک هستن همینطوری آروم آروم دارن حرکت میکنن کسی قدرت حذف این پروژه ها رو نداره دلایلی مثل امنیت شغلی اینکه این پروژه چه تأثیری روی افراد و غیره میگذاره به خاطر این همیشه این پروژه ها میمونن و انرژی میبرن نوع بعدی پروژه پروژه خوناشامن که تمام انرژی و منابع پروژه دیگه هم میگیرن نکته اینجاست که جمع کردن این نوع پروژه خیلی سخته به خاطر اینکه خیلی از افراد بهش اعتقاد جدی دارن که نه این یه پروژه خیلی خوبیه و قطعا ازش میشه در آینده نتیجه گرفت ولی نکته ای که وجود داره اینه که نویسنده میگه باید اینا رو هر چه زودتر به هر قیمتی که شده حذف کرد وگرنه دیر یا زود ما را دچار مشکل میکنند نکته بعدی راجب انتشار نسخه است و اینکه تاثیرش روی چرخه کار ما چیه هر چقدر که تغییرات سریعتر بتونن پیاده بشن تیما هم به طب سریعتر میتونن به فشارهای داخلی و خارجی پاسخ بگن مثل رفع باگ ها و مشکلاتی که کشف میشه سازمان ها همیشه به دنبال یه راهی برای سرعت بخشیدن به انتشار اون نسخه ها و ورژن هاشون هستن و به دنبال حرکت از یک پروسه آبشاری که تغییرات هفته ها و ماه ها طول میکشه یا همون حالت واترفال داره به انتشار مستمر رو کوچکتر دارن این موضوع بستگی به بیزینس و مخاطب شما هم داره مثلا فوریت انتشار یه نسخه در صورت بروز اشکال توی سیستم بانکی رو مقایسه بکنید با یه سیستم درون شرکتی مثل مدیریت منابع انسانی بر اساس اون حیاتی بودن سیستم نوع کار و پروسه شما هم میتونه متغیر باشه باز مطالب اینجا زیاد هست کتاب راجبه موضوع استخدام کردن افراد جدید راجبه اووردن نیروهای جدید چگونه باهاشون برخورد کردن و غیره هم توضیحاتی داده که خب من لازم ندونستم که توی پادکست راجبشون صحبت بکنم اما یه مطلبی توی این بین خیلی مهم بود و جاهای دیگه من راجبه شنیده بودم بحث فرهنگ قهرمان بازیه هیرو Culture فرهنگ قهرمان بازی چیه اصلاً جایی که آدما سعی میکنن به عنوان حلال مشکلات خودشون رو جلوه بدن تا دیر وقت کار میکنن حتی توی خونه هم جواب پیاما و مشکلات رو میدن نه تنها بعضی از افراد خودشون تمایل به این کار دارن بعضی از شرکت ها کلا توی اعلامی های کاریشون هم متاسفانه اینو ذکر میکنن عناوینی مثل اینکه وقت خود را 110 درصد در اختیار ما بگذارید کلا خود شرکت ها هم خیلی اوقات خوششون میاد از این فرهنگ و اون رو هم دارن تقویت میکنن خب مسلمه به نفعشون هم هست نویسنده این فرهنگ رو اشتباه میدونه به یک دلیل ساده این فرهنگ ناسالمه با کار کردن بیش از حد کیفیت کار کارمندا ضعیف میشه و پایین میاد خود این موضوع منجر به کاهش کیفیت محصول میشه بهرهوری و همدلی بین افراد کمتر میشه و در نهایت به نارضایتی شغلی منجر میشه توی دیو آبز تمام هدف اینه که به سمتی بریم که اصلا نیازی به چنین فرهنگی نباشه روشهایی مثل همون آتومیشن کارهایی مثل اینکه باید افراد مختلف به اندازه کافی اطلاعات راجع به کار هم داشته باشن دیولوپر باید تا حدودی راجب کار دیپلوی و کار بیلد بدونن یا اگر هم ندونن بعد این اتفاقا به صورت خودکار بیفته یا خود اپریشن ها معمولا بیشترین بار روی دوششون هست اونجا هم نباید این شکلی باشه که این اپریشن همه کار را نیاز باشه که خودش انجام بده و خودش حتما باید حضور داشته باشه تا همه مشکلات رفت بشه این چیزیه که باید توی دیو بهش فکر کرد و هرچه سریعتر این موضوع حل کرد توی مطلب بعدی سه استراتژی کلیدی برای قدرت بخشیدن به تیم و همچنین رشد اونها صحبت میشه یکیش کوچک و منعطف نگه داشتن تیم های دومیش ترویج تعامل بین افراد و تیم و سومیش مدیریت تضادها و اختلافات بین افراد و تیمها توی موضوع اول مشکل تیمای بزرگ اینه که بین اونها افراد تعامل کمتری دارن به طب اشتراک گذاری اطلاعات بین همدیگه خیلی کمتر میشه هرچقدر تیم بزرگتر باشه ما نمیتونیم با نقاط مثبت و منفی هر شخص آشنا بشیم که همین موضوع باعث میشه که توی تیم انعطاف پذیری پایین تر بیاد تسکایی که برای افراد مشخص میشه احتمال بیشتری داره که به بنبست بخورن چون احتمال تداخل بین وظایف بالاتر میره پنج عنصری که میتونه باعث مشتاق کردن و قدرت بخشیدن به افراد بشه شامل اینه که بهشون آزادی بدیم چالش های کاری براشون ایجاد کنیم آموزش براشون تهیه کنیم و به یک اندازه براشون مشارکت معنادار ایجاد بکنیم و در نهایت یک جو مثبتی توی تیم ایجاد بکنیم دومی استراتژی کلیدی که راجعه صحبت کردیم بحث ترویج تعامل بین افراد و تیم هاست همطور که توی اپیزود دوم هم خیلی مفصل تر راجع بهش گفتیم بحث همکاری، ساپورت اون از طرف مدیریت، ایجاد یک فرهنگ همدلی تیم ها قدرت می بخشه و بحث بعدی که راجبه ایجاد همبستگی بین تیم ها بود و در نهایت سومین استراتژی کلیدی که راجب مدیریت تضادها و اختلافات بود برای سلامت تیم مدیریت باید کمک کنه که افراد بتونن دیدگاه خودشونو با دیدگاه شرکت و تیم یکی بکنن توی بعضی شرایط اختلاف میتونه برای تیم سالمن باشه گاهی میتونه اون تیم رو به سمت ایده های جدید با یک طرز نگاه جدید ببره اگه هیچ اختلافی توی یه تیم وجود نداشته باشه معناش اینه که تیم کاملا یک دسته و خب نیاز داره که این موضوع اتفاقا مورد توجه قرار بگیره مهارت حل اختلافا به یک شیوه سالم برای هر شخص تیم و سازمانی که در حال رشده یادگیریش واجبه و ما باید بدونیم که چطوری باید این اختلافات رو هندل بکنیم و چطوری از کنارشون گاهی بگذریم اما به طور کلی میتونیم بگیم که فرایند بازنگری پروسای جاری سازمان باید گاهی به صورت آرام و با احتیاط باشه و گاهی هم ضربتی و سریع انجام بشه پروسه که ما را میبرند به سمت اینکه بیشتر بتونیم دیو کار کنیم و بیشتر بتونیم اون فرهنگ هایی که توی دیو آبس وجود داره رو ترویج بدیم مهم اینه که ما بتونیم به صورت مداوم اینها رو تمرین کنیم و توی طول مسیر از اشتباهایی که انجام میدیم هم درس بگیریم تا دوباره مرتکب اونها نشیم در کل فرایند اسکیلینگ یه هنره و علم به اینه که تغییرات مدیریتی چه زمانی و چطوری انجام بشه میشه گفت شبیه صخره نوردی میمونه که راه مشخصی از قبل نداره که خودمون را براش آماده بکنیم ولی یه هدفی داریم که باید قدم به قدم کشف بکنیم که چطور جلو بریم تا به اون برسیم خب بحث خلاصه کتاب افکتیو دیو آبس هم اینجا به پایان میرسه من خیلی سعی کردم که تا جایی که در توانم بود اونو به بهترین وجه در اختیارتون بگذارم لاقل اون ایده کلیشا اصلا این موضوع جای اصلی اون کتاب ها نمیگیره و اگه واقعا به این موضوع علاقه من هستین و دوست دارید اطلاعات خیلی با جزیات بیشتری از توی خود کتاب به دست بیارید باید حتما خود کتاب و کامل بخونیدش <applause> خب این کتاب عین بقیه کتاب ها یه کتاب عالی و پرفکت نیست و قاعدتا یه سری اشکالات بهش وارده من توی بخش کوچیکی میخوام یه نقد کوتاهی راجع به این کتاب بگم یکی از این نقد ها را چیزی بود که بیشتر توی جاهای مختلف توی ریویو های مختلف میدیدم یکی دوتا موردش هم با پرسوجو و تحقیقی که خودم کردم میخوام براتون بگم اولین نکته اینه که در واقع کتاب یه خورده کتاب پراکنده ای به نظر میاد به خاطر اینکه اولا دو نویسنده داشته و شاید بحث این که از هر مبحثی به یک شکلی به صورت جداگونه صحبت کرده یه جایی کاملا به ابزارها و تکنیکال صحبت کرده یه جایی رفته سراغ بحث هیومن ریسورس نحوه استخدام و این نشون میده که خیلی مطالب به صورت جست گریخته کنار هم گردآوری شدن و شاید تو ذهنتون نتونید یک مسیر مشخصی براش ایجاد بکنید موضوع بعدی راجب فرهنگیه که قالب روی اکثر آیتم ها و مثال هایی که کتاب میزنه به نظر میاد که بیشترشون بر اساس همون فرهنگ آمریکایی نوشته شده مثال میگم بحثایی مثل اسپانسرشیپ یا منتورشیپ که براتون گفتم شاید خیلی بیشتر توی آمریکا رواج داشته باشه این چیزی نیست که فعلا جاهای دیگه مثل خود اروپا خیلی بهش خو گرفته باشه یا بحثایی مثل بود هایی که افراد اونجا استخدام میکنن به سرعت معمولا شیوه و فرهنگ کاری آمریکا با اروپا مخصوصا حالا توی قسمت های از اروپا که در واقع یه حالت رفاه اجتماعی خیلی بیشتره خیلی متفاوت تره فشار کاری که توی شرکت های آمریکایی ذکر میشه به اون شکل توی این کشورهای اروپایی دیده نمیشه حتی ایران خودمون هم یک بخشی از این فرهنگار رو میشه توش پیدا کرد مثل اون استرس بلینفوله فوله یا فرهنگ قهرمان بازی یا قهرمان سازی حتی همه اینا رو میشه اونجا پیدا کرد ولی موضوع اصلی اینه که اینا میخوام بگم که این بحث شاید برای همه جا جامعیت نداشته باشه و موضوعی که توی جاهای مختلفم توی ریویو ها میتونستید پیدا بکنید اینه که این کتاب جواب سوالاتون رو نمیده به صورت کامل یعنی اینکه خب من اگه بخوام شرکتم را ببرم به سمت دیو آبس، چه شکلی ببرم و از کجا باید شروع بکنم کی میتونم بگم که من دارم الان دیو آبس کار میکنم همطور که از اسم خود کتاب هم مشخصه به نظر میاد که نویسنده اینا تو ذهنشون داشتن که شما قبلا این کار شروع کردید و به سمت دیو آبس هم رفتید و حالا میخواین بفهمید که چطور میشه اون را تقویتش کرد و اونو بیشتر جا انداخت برای همین موضوع من سعی کردم که یه مصاحبه کوچیکی با مدیر تکنیکالمون داشته باشم کسی که سعی کرده توی خود شرکتمون بیاد بحث دیو رو را پیاده سازی بکنه خب البته این گفتگو خیلی رسمی نبود ولی چیزی که من ازش پرسیدم همینو بود که در واقع کی میشه گفت که در واقع ما داریم به سمت دیو آبس میریم جوابش این بود که در واقع عملا نمیشه فهمید همین که شما سعی میکنید برخی از فراینداتونو رو به این سمت ببرید میتونید بگید دارید دیو آبس کار میکنید و موضوع هم سر اینه که دیو آبز چون که شبیه به اجایل یا فریمورک های مثلا تولید نرم افزار یک فریمورک نیست یک اجندایی نداره شما هیچ وقت نمیتونید چک کنید که آیا طبق دستورالعملی دارید پیش میرید یا خیر پس همیشه جا برای تقویت کردن و پیشرفت دادن این موضوع وجود داره و خود در واقع مدیر تکنیکالمون میگفت که چیزی که هست و من راضی نیستم و داریم سعی میکنیم که فرایندامون رو بهتر بکنیم و جنبه های تکنیکال توش بیشتر کنیم در مورد دوابس انجینیر ها که خب یادتون باشه کتاب از این لفظ هم زیاد خوشش نمی اومد نظرش رو پرسیدم که در واقع عملا رو چه اشخاصی هستن و دارن چه کار میکنن جوابش این بود که خب همون بحث اپریشن ها و سیس ادمین های قدیمی هن. اما با این تفاوت که میتونن به چند تا مبحث دیگه هم اشراف داشته باشن یا اطلاعات داشته باشن یکی بحث اتوماتیک سازی اسکریپت نویسی و نگهداری اون اسکریپت ها در صورت نیاز یا ممکنه استفاده از تولز هایی که به درد بخوره واسه این موضوع بحث بعد اینه که این, این ها باید اطلاعات کافی راجبه به سکیوریتی داشته باشند و اینکه جنبه های امنیتی اون برنامه رو بشناسن و اجازه ندن که هر چیزی وارد پروژه بشه حتی این اعتقاد ها داشت که دیوابس انجینیرها ها باید بتونن کودهایی که توسط برنامه ها نوشته میشه را از لحاظ امنیت چک بکنن و این لایه امنیت یا مراقبشون باشن و نکته بعدی اینه که باید راجع به اسکیلینگ توی حالا هر معماری که دارید کار میکنین اطلاع داشته باشن بتونن تضمین کنن مباحثی مثل مانیتورینگ داره به خوبی انجام میشه خب صد البته اونا باید آشنایی کافی هم با مواردی مثل زیرساخت های ابری هم داشته باشن و از اون سمت دیولوپر ها هم باید بتونن بخشی از موارد را اون مسئولیتش را قبول بکنن اگر قراره که با تولزی زیکار بشه که اشتراک بین دیولوپر ها و اپریشن ها هست دیولوپر ها موظفن که کار با اون تولز بدونن و نباید هیچ کدوم از این تولز ها یک مسئول مشخص داشته باشه هر کسی میتونه این تولز ها فرایند ها ابزار ها رو بهشون دسترسی داشته باشه و در صورت نیاز اونها رو بهبود بده اگر قراره که به عنوان یک دیو آپس انجینیر عمل بکنید قاعدتا باید برید سراغ اون مباحث اصلی و خودتون راجبه موضوع تکنیکالش حسابی تحقیق بکنید اما خب بخش مهم دیگه ای که راجع دیو آبس وجود داره همون بحث فرهنگه که خب اونا نمیشه کسی هم وادار کرد که خب یه فرهنگی ها دنبال کنه این فرهنگ باید توی خون همه باشه و خب همونطور که گفتیم خود مدیرها و شروع کنن اونا رایت کردن تا بتونه به تمامی زیر ها و افراد تسری پیدا بکنه یه نکته مهمی که دوست دارم اینجا هم براتون بگم اینه که شما باید سعی بکنید به عنوان یه متخصصی که توی این زمینه کار میکنید تکلیف خودتون رو با اون مهارت خودتون مشخص بکنید تا جایی که البته امکانش هست و تا جایی که قدرتش رو دارید منظورم اینه که به طور مثال شخصا من خودم میدونم که من یک دیولوپر بکندم پس تا جایی که میتونم سعی میکنم چون علاقه یم ندارم سراغ دیولوپ موبایل نمیرم سراغ فرانت اند هم نمیرم تا جایی که خودم بتونم جلوی موضوع بگیرم یه جاهای دیگه امکانش نیست ولی تمرکز اصلیم روی بحث بکنده به طور مثال میگم برای من این شکلیه پس من سعی میکنم که توی اون بخش بتونم خودم رو قوی بکنم من تا قرار نیست راجبه خود ادمینستریشن دیتابیس ها بدونم من قرار نیست که راجبه همه اون زیر های مهندسی کامپیوتر که هر روز دارن بیشتر میشن اطلاعات داشته باشم این خوبه که بدونم ساز و کارشون چیه این خوبه بدونیم که چه مشکلی وجود داشته که منجر به ایجاد این ابزارها تکنولوژیها پلتفرمها شده ولی گاهن نیاز نیست که راجع به همشون بدونیم بخونیم و تا دیتیل اطلاعات داشته باشیم چون این باعث شده که یواش یواش خسته بشه ذهنمون و یه خوردم توی این بازار شلوغ برای آدم ایجاد استرس میکنه اونم گفتم به این عنوان این نکته ای که من همشه سعی میکنم خودم توی ذهنم داشته باشم پس من دیوابس انجینیر هم نیستم ولی دوست دارم که راجع به بدونم دوست دارم راجع تولز هایی هم که توی اون زمینه وجود داره اطلاعات داشته باشم اما در حد اینکه بتونم کنجکاویم را برطرف کنم خیلی خوشحالم که تا اینجا گوش دادید به این اپیزود این هم آخرین قسمت از بحث دیو بود پادکست کامپایل من خودم خیلی دوست دارم و قطعا هم ادامش میدم اما احتمال داره برای یک مدتی حالا ممکنه دو ماهه سه ماهه هیچ اپیزودی منتشر نکنم دلش نه که میخوام برم یه خورده به اوضاع خودم برسم بعدم بتونم با قدرت بهتری برگردم سراغ پادکست موفق و معید باشید تا بعد خداحافظ